صاحب استاد آمدن استاد ظاهر دایی آمده دیگر موتور لنکروزر است آمدن دیگر استاد راسخ از موتور ماتریکس است و دیگر شاگردانشان هستن در موتور اکرولوی 2016 آی های های من خو میگفتم که یار یهود و نصارا کمک میکنه یا خو ناق ناق تو پیسدار نشده موترهایشان هست ایکو از برای خدا از برای خدا چی حال است دیگه مردم ها بایسکل نمیافد پیاده میره تا جایده تینا سر موتر کروزین و 2000 رو در این چیزا میگردن نوش جانشان ببخشی قاری صاحب این گپا را که زدیم در غیبت داخل نمیشه او بچه دگه فکلانا گم نزن دونه ای تمش کنندم حالا بی شما بچه جوانان چیگر هست که خود در دخمه گز میسازی ها؟ تو را چی؟ السلام علیکم و رحمت الله اوه قاری صاحب مردم قاری صاحب خوب هستم بسیار علاقمند است خیلی خوب جور است این ساعتون خوب است خانه خیلی استاد سنگ چپه کنیم چی کنیم از کدام صافتا برآمد که شما آمده بسیار خوش آمده مدام امیدم تو یک روز بودم بسیار زیاد خوش آمده دیگه خیر ببینید دوستای جوان ها علاقه من بودن که بوده آمده بکتیم داری میشن بیاین جوان ها شما بیاین بفهم اولای بیشن خوش آمدن مولای صاحب نام خدا چه خوب موترهایی دارن مولای صاحب موترها را چند خریدن شما مقبول است این موتر که ما آمدیم چند خریدن شما بله آدم این موتر که آمدیم این موتر که ما سوار شدیم از قاری صاحب تایر است قاری تایر موتر فروش است از خود نیست استاد نه او از قاری صاحب از باشت قیمت از او پرسانه قیمت موتر در حدود 20,000 دلار امیتون هست استاد فکر میکنم موتر دومی از شما بود دیگه چند خریدین نام خدا خود موتر مقبول است لکس است موتر خواهد آجی صاحب بس خسته شده بود ما دریوری کردیم دیگه آجی صاحب بگوید که قیمتش چند باشه چند خریده باشه جا بسیار طولانی بود از استاد خواهش کردم که بیا سر جلو بشنه من خسته شده بودم در سر جلو هم چشت تا اینجا را آمدیم در باقا شما پیش شما دیگه قیمتشم یک 15-16 هزار روپه قیمت داره افغانی؟ دلار
16000 دلار خریدم. ماشاءالله خوب مرتب. خودتون دیگه تجارت دارین ان شاء الله؟ بله بله. ان شاء الله تجارت سن الحمدلله. استاد را دوست دارن الحمدلله دیگه. استاد یک سوال داشتم. همین حکم غیبت و بهتان چی حکم دارد؟ خصوصا بالای علما. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. دوستای عزیز، برادر ما سوال کردند که کسی غیبت بکنه و یا بهتان بکند، مخصوصا بر بالای علما اگر غیبت میکنند چی حکم دارد؟ حکمش در این باره علما زیاد گپ زدگی است. قسمی که ما آیتی را خواندم در سوره حجرات است، الله متعال در این از چند گناه انسان ها را خصوصا مسلمان ها را مانع می شود که گناه را دور شوند، و این گناه است که جامعه را وحدتش از بین می بره، یک پرچگی شوند. یکی از عوامل تفرق است، یکی از عوامل نفرت و بغض و عداوت در بین یک مسلمان با دیگرش است، که عبارت از غیبت کردن و بهتان کردن است. الله متعال در آیاتی که من پیشتر برتان تلاوت کردم می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین خبردار، ایمان شما تقاضا داره وقتی که شما الله را قبول دارین، قرآن، قیامت، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کنین از بسیاری از بدگمانی ها. بدگمانی که از سبب تفرقه در بین مسلمان میشه و سبب بهتان میشه. چرا؟ ان بعض الظن اسم، به خاطر که بعضی گمان ها گناه است، بعضی بدگمانی ها. یعنی تا که در مورد یک شخص خوب تحقیق نکردی و ندیدی، عملا بر درجه یقین برد نرسیده، سر از او بدگمان نشی. یک کسی در بالا یک در ارتباط یک کسی گپ میزنه، یک فرد عادیش یا عالم است، تو درباره از او سکوت هستی تا که او تومت هم بررسی نکردی گپ نمیزنی. پس ای اجتنبوا کثیرا من الظن ای معنا، و می فرماید که ولا تجسسوا، عیب یک دیگر جستجو نکنید. باز در ارتباط بخش دیگه از آیات الله می فرماید که ولا تجسسوا، تجسس نکنید، یعنی عیب یک مسلمان جستجو نکنید، پشتش نگردید، عیب جویی نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، و غیبت نکنید بعض شما بعض دیگر را. در ارتباط غیبت پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر کرده است که غیبت چی را میگه. می فرماید که ذکر که اخاک بما یکره، یعنی یاد میکنی یک برادرت در غیابش با او صفتهایی که اگر که در وجودش باشه، اما اگر یاد میکنی خفه میشه، جگر خون میشه. در آیت الله میگه ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنه بعض شما مسلمان ها بعض دیگر را. باز می فرماید که ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو، آیا دوست دارد یکی از شما مسلمان ها ای که بخورد گوشت یکی از برادر خود را، میتا در حالی که خود مرده باشه گوشتش را میخوره. یعنی اگر کسی بمره مرده باشه تو گوشتش را استفاده کنی، یعنی انسان هیچ ای را خوش نداره. فکرهتمو، الله می یقینا شما ای را بد میبرین. پس غیبت کردن یک مسلمان گویا که گوشتش خوردن است، یعنی قدر گناه داره. با صحابه در یک حدیث گفتن که یا رسول الله، ما خود صفت یک مسلمان که در غیابش میکنیم صفت بد در او میباشه، این خود که اگر باشه چی، این خود گناه نیست. و مرسلم گفت که این نمی غیبت است که باشه، اگر نباشه باز بهتان است، یعنی یک صفت اگر در او نباشه و تو میگی خود جرمش باز بالاتر است، تومت کردید، خود تومت است و بهتان است. پس در اینجا الله میگه که غیبت کردن مسلمان حرام است که یک صفت بد دو است و تو در غیابش میگی، یعنی پیش روش باید بگویی. مگر اینکه یک کسی صفات بد داره تو را دیده نمیتونی، مثل آدم های کلان هستن، باز مردم گمراه میکنن، به این خاطر میگی که مردم از شر از او به امن شود. غیبت کردن این را میگه که صفات بد یک مسلمان در غیابش به خاطر تحقیرش یاد میگه، توهین شود. اگر هدف توهین نبود، یه آدم بد بود، هدف این بود که مردم از شر از این نجات بیافن، بازو غیبت نیست. اما اگر هدف توهین می باشد،
باش او یک کسی را که صفت بدش میگی و صفت بد ده او باشه، یعنی یک گناه باشه، و تو بازور یاد میکنی که مردم از شر از یسان قاتل است، یا یک حزب جور کرده مردم را به یک حزب باطل دعوت میتن و مردم روان است، شراب میخوره مثلا یا دیگه گناه. اما برادر که بگم پرسان کرد گفت مثلا فرق بین غیبت یک عالم و غیبت یک عامی چیست؟ عالم و عامی غیبتش فرق میکنن به خاطر که علما کس خصوصا علمایی که برحق باشد حقگو باشد، الله دیگه اینا را صفت کردگی است در قرآن، حتی شهادت خود را به امر شهادت علما یاد کردگی است، شهید الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، الله شهیدی میتا که غیر از الله دیگه معبود برحق نیست، ملائکه و اهل علم قائما بالقسط که الله به عدل استوار است، یعنی الله شهیدی خود به شهادت اهل علم و علمای برحق با شهادت خود به عقیده توحید که مهمترین هدف پیدایش کائنات هم انسان هم همیست یک جای کرده کست، علما را خب باید اطاعت شود از علما، زیرا الله در قرآن میگه برتان یک مشکل دینی که پیدا میشه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل علم پرسان کنین، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله الرحمن الرحیم. این حال ما فرق میکنیم، یکی غیبت شد یکی بهتان شد. غیبتی است که قاعده را باید کلیک بفهمه که اگر در وجود یک نفر یک عیب باشه شما در غیاب از او بر دیگر را قصه میکنین، اینی غیبت از او شد، ولو که او عیب باشه این غیبت شد. والله متعال میگه شما این غیبتی نمی شخصا نکنین. آیا شما خوش هستین که گوشت یک مرده را بخورین؟ همین یک مرده است، بری یک توته گوشت بگیری و بخوری، این نمی خوش نداری. پس این غیبت کردن مثل نمیست که تو گوشت یک مرده را میخوری، چقدر بدت میه. الله میگه باید غیبت اینم قدر بدت بیه. یک نقطه. نقطه دومی است بهتان است. بهتان چی است؟ که مثلا یک نفر یک چیز نکرده، قاری صاحب مثلا یک بایسیکل خریده از پیسه خود، یا مثلا بایسیکل قاری صاحب یک روز بایسیکل سوار میشه، ما به خزم میگم اوه اینه قاری صاحب بایسیکل ما چم دزدی کرده یا چطور کرده، این تومت چه سر خاری سه؟ این حال این بهتان است که باید ایره نکنه انسان. و این حال بر جانب مقابله که غیبت شمی کنی برای از او چی ضرر میرست ایره باید بفرمیم. و من که غیبت میکنم مثلا من خیستم غیبت خاری سه بکردم، خاری سه پیش من محترم است، آدم خوب است، الله برش اجر نصیب بکنه، من خیستم غیبت ازیره در غیابش کردم، حال من نقص کردم یا خاری سه نقص کرد؟ خاری صاحب نقص نکرد، نقص هم نکردم که غیبت کردم. به خاطر چی؟ کسی که غیبت میکنه نقص هم میکنه. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که در یک حدیث شریف است میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحابه پرسان کرد که مسکین کی هست؟ مرد مفلس. صحابه گفتن مال مفلس و کیس مفلس؟ صحابه گفتن کسی که پیسه نداشته باشه، مال نداشته باشه، درهم نداشته باشه، مثلا خانه نداشته باشه، موتر نداشته باشه. رسول الله هم گفت نه، المفلس و فینا مفلس. میگه در بین ما کی هست؟ کسی که مثلا در روز قیامت می نماز داره، خوب نماز خوانده و خوب ختم کرده، خوب عبادت کرده، خوب روزه گرفته، بسیار هم توی در روز قیامت حج کرده و عبادت های زیادی را انجام دادن، لکن چی میشه؟ وقتی که میگه صدا میشه که او مردم این فلانی شخص نوبت محاسبه ازی است، مال ازی را خورده، حق از او را خورده، این توهین کرده، این دشنام داده، او را مسخره کرده، سر از او تهمت کرده، غیبت کرده، این حال کنه ایست، این حال چی میشه؟ این بازی دیگه قرار استاد است، در قطار، خونج دفتر اعمال است، سند است، فلان شخص در فلانی روز بالای فلانی شخص چی کرد؟ غیبت تجربه کرد. خب چرا غیبت تجربه کردی؟ من پرسوال میکنم استاد چرا غیبت تجربه کردی؟ این حال ما چی دارم اونجا؟ سرمایه ما در روز قیامت چی است؟ سرمایه ما اعمال نیک ما هست. این حال وقتی که غیبت کرد چهار رکعت نماز ما گرفته میشه برای ازی داده میشه، به خاطر چی که ما غیبت تجربه کردیم؟ تهمت کرده. این حال میگه بته به خاطر نمی چقدر تهمت کردی؟ بایسکل تهمت کردی، موتور تهمت کردی، تیاره رو تهمت کردی، ها ها. این حال به بو اندازه این حال از اعمال نیکت بته برازو. و بالاخره میگه بعضی کسا هست که از دستی که غیبت زیاد کرده و بهتان زیاد کرده و تهمت زیاد کرده و حق مردم توهین زیاد کرده و تحقیر زیاد کرده و زمین مردم گرفته و مال مردم گرفته و غصب کرده، این حال میگه بالاخره این میگیره قشن میگیری عبادت چی عبادت چی عبادت کلش تقسیم میشه، یک وقت میشه که هیچ برازی عبادت باقی نمیمونه،
هنوز قطار است. یا پاک پروردگارا این خو عبادتاش خلاص شد، ما هنوز نه دفتر رسای که الله شاهد است، ملائکه شاهد هستن، زمین شاهد است، اعضای بدن سر شهادت میده، کل ازیا شاهد است که آقا بله صاحب نمی غیبت حاجی صاحب در فلانی وقت کرد. حالا حاجی صاحب اومد میگه حق مرا بده، غیبت مرا کردی، مال مرا خوردی، زمین مرا گرفتی، سرم تومت کردی، این جانم مقابل کس هیچ چیز نداره. الله متعال میگه از گناهش بگید فرق از این پر تو. اینا مثلا 200 نفر ظلم کردی، از 200 نفر گناهش بالای از این انداخته میشه. یک وقت میگه وقتی که خلاص میشه که در ترازوی میزان که میرسه که عمل حسنه هیچ نداره و کلش چی است؟ القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه، کسی که دفتر اعمال نیکش خفیف شد، البته خیلی چیز نمان، هنوز گناه های دیگر هم در کلی از انداخته شد، فامه هاویه، معوا جایگاه از چی است؟ هاویه است. و ما ادراک ما هیه، چی چی دانان ترا که هاویه چی است؟ نار حامیه، آتش است بسیار تیز و سوزاننده. الله متعال ما و شما را این از غیبت و از بهتان و از تهمت بالای دیگرا حفظ بکنه. چرا بسیار آسان از زبان آسان است، لکن خطرش روز قیامت بسیار زیاد است.